بنام خداوند پاک و بی‌نیاز، سلام بر شما عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستم که امروز که روز پنجشنبه هست و اخیر هفته با صحتمندی و سلامتی آغازگر شده باشین و انشاءالله که بتانین به پایان هم برسانین. و در صورتی که شما هدف مکملی داشته باشین، بر زندگیتان برنامه ریزی دقیق داشته باشین، انشاءالله هفته که پیش رو هست او را هم میتونین با همون برنامه ریزی هایتان خیلی عالی سپری بکنید. در کنار شما عزیزان هستیم در برنامه رسم زندگی با موضوع صحی که روزهای پنجشنبه انتخاب میشه و امروز هم اختصاص پیدا میکنه به موضوع صحی برای بانوان گرامی. بانوانی که چنین مشکلی را دارن میتونن که از طریق پلای ارتباطی برنامه رسم زندگی با ما به تماس بگیرن و مشکلاتون رو با ما شریک بسازن. موضوع هم برمیگرده به خطرات فشار پایین در دوران بارداری. موضوع خیلی مهمی هست، چه خطراتی میتونه بر خود مادر داشته باشه، بر طفلش داشته باشه، عوامل برمیگرده به چی کارهایی را باید انجام بدن، وقایع و تمام موارد صحبت میکنیم. و یا مشکلات دیگر در این ارتباط شما میتونید با دکتر صاحب یاسمین امین، متخصص امراض نسایی و ولادی، شما در جریان بگذارین و 488 بعد از او کلید 47 در اختیارتون هست. 0-22-12-93 شما رو تماس که شما رو مستقیما با برنامه وصل می‌سازه و همچنان رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما هم در اختیارتون هست. در صورتی که صفحه ما رو تعقیب بکنین، موارد میتونین دریافت بکنین، ذهنیت ها، پرسش ها و یا مشکلاتی که می‌بینین با ما از این طریق میتونین در جریان بگذارین و تمام این پیام ها و پرسش ها ارج‌گذاری میشه و تمامش مد نظر گرفته میشه. موضوع رو براتون یادآور شدم، شما چند دقیقه بعد میتونین که تماس بگیرین و مشکلاتتون رو با دکتر صاحب در جریان بگذارین. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. تشکر از دعوت شما و سلام و احترامات خدا به بینندگان محترم شما تقدیم میدارم. سلامت باشین دکتر صاحب. در دوران بارداری بیشتر از بانوان مشکلات زیادی را سپری میکنن، از جمله مثلا خونریزی هایی هست یا فشار بالا پایین، و موضوع امروز ما مشخصا در ارتباط با فشار پایین هست در دوران بارداری. کمی صحبت بکنیم عواملش برمیگرده به چی و چرا یک بانو دچار چنین مشکلی میشه؟ شما ببینید سرجان، همیشه ما درباره فشار بلند صحبت میکنیم به خاطر که بسیار خانم‌ها فکر میکنن فشار بلند خطرناک هستن، لیکن بعضی جزئیات فعلا که در مطالعه شدن فشار پایین برای خانم‌های دربانی در میان بارداری خیلی مضر ثابت میشن. اگر شما ببینید وقتی که یک خانم باردار باشد، او وقتی که رگایشون میباشن او یک ذره کلانتر میباشن و فشار در قلبشون هم زیاد فشار میباشن و در اون صورت تغییرات هورمون هم زیاد میاد، در این صورت همیشه فشارشون پایان تر میاد. وجوهات خاص فشار پایان شدن در خانمایی که باردار باشن، همیشه اگر شما ببینید خانمایی که بسیار او زیاد نمیخوره، مثلا بسیار در وقت همیشن و غذای صحیح نمیخوره، مثلا مال نیوتریشن که میگن، در اون صورت همیشن و یکان وقت که چری بگیرن انفکشن که باشه، مثلا کدام جایشان التهاب کنن، از اون صورت همیشن. و خانمایی که به جای دوا میخورن، مثلا دوای غیر ضروری میخورن، بعضی دوا در صورت غیر ضرر مضر میباشن و فشار خانما رو پایان میبرن. و اگر ببینید زیادتر خانمایی که مشکل هورمون تا اندوکراین داشته باشن، مثلا تاراد چیزا داشته باشن، دوا هم پیشان پایان تر میشن. و جزئیات زیادش که خانمایی که باردار باشن بسیار راحت میباشن، مثلا تمام روز خواب میکنن، در اون صورت اگر ببینیم سری خانم باردار که بسیار خواب میشه، در اون صورت سبب زیادی فشارش پایین شدنشان میباشن. در وقت خانمایی که خواب میشن سری رگایشون بسیار مثلا آرام میباشن، در اون هورمون رگا رو بسیار خیلی وسط میباشن، در اون صورت سر قلبشون هم بسیار فشار نمیباشه، فشار میاین و در اون صورت فشارشون پایین میرن. وجوهات خاصی را که فعلا اینا پیدا کردن که خانمایی که مثلا بسیار زد، یگان وقت خانمایی که مثلا غیر متوازن غذا را میخورن، مثلا بعضی چیزای چربی چیزا را میخورن، بعضی غذا هم سبب فشار پایین شدن میباشن که جزئیاتی از دور بازپسان صحبت میکنین. و وقتی که یک خانم باردار باشد، باید پیش از اینکه باردارش باید فشار خود همیشه ببینن و او خانمایی که فشارشون پایان برن باید کوشش کنن که غذای خود تغییر بدن. دوست اینا مثلا وقتی که خانم باردار باشه و فشارشون پایین میشه، باید ناگهان از مثلا اگه میشینه باید ناگهان نشینن، کوشش کنن آرام بخیزن. اگه وقتی که فشارشون پایین شه باید به بسیار وقت استاد نشون. وجوهات از این هستن که بخاطر که اگه خانم بسیار زود ناگهان میخیز یا بسیار زود خواه میشن و ناگهان دو وقت فشارشون خیلی پایان میرن. و اگر جزئیات ببینین فشار پایان از فشار بالا خطرناک است. وقتی که بسیار فشار پایان میره پس بالا زدنش خیلی مشکل است. وجوهات خاص و دیگه ضروری هستن که وقتی که خانم وقتی که راحت نباشن فشارشون باید پایین، خود سر دیگه خود تابوت لمسی که شما دادین دی و اونو ما که کراس لگ میگیم، در اون صورت هم فشارشون متوازن باشن. و وقتی فشارشون پایین باشن باید پای خود یک بارش پای زیر پای خود بارن.
و بسیار وجه خاصی که مثلا خطراتی که ساز میکنن واسه خانم فشارشون پایین میرن، در اون صورت و همیشه زود بسیار زود تشنه میشن و هم بسیار شدید درد میکنه و هم یکان وقت مثلا بهشون چی میگن اورق که میگن زود میگن و زیادتر صددیشون میباشن و هم سرشون شماشون بسیار سایی میکنن، مثلا سرشون چرخش میکنن و سرشون بسیار شدید میکنن، زیادتر وقت وامفتن مثلا حالت تهوع هم بیشتر میشن و هر چیز باشون دودون مثلا دیپلوبی که میگن چیز باشون شون میتن و بسیار از وقت زیاد تشنگی احساس میکنن. در اون صورت هم باید کوشش کنن که یک خانمی که مثلا باردار باشه باید سر زینا زود بالا نشن، مثلا که فشارشون پایین باشه و در اون صورت افتادنشون بسیار سبب میشه که زود بفته از چی او را که ما میگیم فانتینگ. و وقتی که بسیار پایان فشار میره ما او را ایپوولیمیک شاک میگیم، به خاطر که ایپوولیمیک شاک میباشن که واسه که یک کسی صحیح آب نمیخورن یا غذاشون صحیح نمیباشن بازو بسیار خطرناک میباشن. در وقت هم باشن کاردیک فیلیور که میگیم مثلا سکته قلبی هم میکنن و هم باشنشون استروک میگن، مثلا بسیار جسمشون فلج میشن و سبب زیادی که فشار خانما که فشارشون پایان میباشن از است. فشار پایان که میباشن تقریبا 90 بر 60 میباشن، این خبر تشویش میباشن و در وقت هم تفلک ستل برد پیدا میشن، پیش از وقت هم پیدا میشن و هم تفلک سبب مرگ تفلک هم میشه. دقیقا تمام مشکلات یادآور شدن دکتر صاحب. قبل از اینکه یک بانو حمل بگیره اگر اینا فشارشون تحت کنترلشون باشن، مثلا فشار پایین داشته باشن، اینا برن معاینات را انجام بدن و بتونن که را کنترل بکنن، چگونه هست در دوران بارداری چنین مشکل دوباره پیششون پیدا نمیشه؟ فعلا شما فشار پایین تر کدام موجودات خاص برای مثلا او به غذا خوردن یک خانم می باشه که خود وقتی که یک خانم می فهمد که مثلا شاید فشارشون پیش مثلا معاینه کنن پیش از ولادت یا پیش در دوران بارداری، کوشش کنن که معاینات خود پیش ببرن، مثلا آیا فشارشون پایان است یا بلا. وقتی که پایان فشارشون پایان تر میشه بسیار جزئیات عادی رو بلندتر می بردن، میتونن کوشش کنن که در خوراک خود از نمک پرتن و بسیار آب بخورن، روزی 6-7 گلاس آب باید بخورن. غذای متوازن باید روزی 6-7 دفعه یک 6 بسیار غذای خورد بخورن که مثلا زیاد نه، مثلا که ما سنک میگیم دو هم و کوشش کنن که بعضی دکترها دوا استعمال برشان میده که دوا فشارشان بله، لیکن فکر متاسفانه دوا برشان خیلی خوب نیستن که فشارشان بلندتر باره. جزئیات عادی همی هستن که کوشش کنن آرام کنن، مثلا وقتی که میشن پای خود سرک دیگه خود کراس لکس کنن و در اون صورت فشارشون بسیار بلندتر میرن. و غذایی که میخورن باید کوشش کنن فعلا کدام غذایی نیست که فشارشون بلندتر بره، لیکن غذایی که بسیار مثلا از سبب زیاد خون مثلا خون پیدا میکنه مولو بگلیبینا، کوشش کنن که پالک که میگیم ما گرین لیف ویجیتبل که میگیم در او بسیار کلسیم و منیزیم میباشن، او به بسیار اومگلوبین میکنن و هم لوبیا که میگیم لوبیا لیگیومز که میگیم دهی بسیار زیاد مثلا او به وقتی که خون زیاد تولید شود ایمگلوبین دوست فشار خودش به خود بالاتر میره. این جزئیات هستن که باید غذای خود همیشه جای سبز بخورن، مثلا لوبیا داشت باشه پروتئین غذا زیاد بخورن. ادامه صحبت را شما میشنم دکتر صاحب و شما هم بیننده باشن. 0-2-2-2-9-3 در اختیارتان هست. اگر پرسشی داره میتونیم بعد از میان برنامه خیلی کوتاه با دکتر صاحب در جریان بگذاریم. ادامه برنامه رسم زندگی هست. بازم خوش آمدین. موردی که امروز انتخاب شده براتون یادآور شدم که برمیگرده به خطرات و فشار پایین در دوران بارداری برای بانوان. موضوع خیلی مهمی هست. بانوانی که چنین مشکلی را دارن باید کنترل بکنن فشارشان. فشار بلند هم میتونه مشکل ساز باشه و فشار پایین هم. خطراتی که برای طفل ایجاد میکنه در این دوران میخوایم از دکتر صاحب بشنویم. کسایی که فشار پایین دارن در دوران بارداری چه خطراتی را میتونه برای طفلشان به وجود بیاره؟ پیش اون گفتم که خطرات زیاد مهمی فشار پایین هستن که وقتی یک خانم فشارشون پایین میره در شاخ میرن و همیشه مثلا سرشون چرخش میخورن و در صورت میفتن مثلا به زمین میتن و هم صدمه تروما میبینن به شکمشان. در صورت تفلک هم سیخ میکنه و هم تفلک پیدا شمایی پیدا میشه. و جزئیات دومش هستن وقتی که یک فشار خانم پایان باشه، وقتی که غذای اگر شما ببینید کم کنی هم سبب زیاد فشار پایان شدن میباشن. وقتی که خانم غذای خود متوازن نخوره در وقت تفلک بسیار خرد پیدا میشه از وقت پیش، مثلا با وجود دیگه تفلک ها جسمشان خردتر میباشن و هم سیر نشنمو نمیکنن. و جزئیات دومی که هستن که خانمایی که مثلا فشارشون بسیار پایان میرن
برشون بر تفلک صحیح اکسیژن نمیرسه به خاطر که ما جوره میگیم. در اون صورت تفلک صحیح اکسیژن هم نمیگیره، صحیح غذا هم برش نمیرسه، در اون صورت تفلک از بین میره، یعنی سبب مرگشان میشن. و اگر تفلک بعض وقت تفلک از پیش از وقت هم پیدا میشن. اکثریت بانوان کمخونی دارن و این کمخونیشون هم نظر به مشکلات هست که اینا سپری میکنن. حالا در این دوران اینا قبل از ای که باردار شون معاینات را انجام نمیتن و کمخونیشون اصلا مد نظر نمیگیرن و این کمخونی ها و یکی از مواردش که گفتن به فشار پایین هم میتونه ربط داشته باشه، چقدر میتونه براشون مشکل ساز باشه؟ ساجان متاسفانه در افغانستان جزئیات بسیار که ما فعلا تقریبا 9 دامه میشه کار میکنم، خانمایی که باردار میشه با جزئیات خود بسیار اهمیت نمیتن. مثلا او همیشه در فکر میباشن که پیسهشون چطور بانه که مثلا یک، لیکن اگر ببینین یک پیسه مهمه، ساعت مهم است. وقتی که خانم باردار میشه باید وقتی که باردار میشه باید پیش دکتر مراجعه کنن که اول جزئیات مهمشون است که معاینه خون خود کنن که معاینهشون کم خونی دارن یا ندارن. دوم جزئیات معاینه غدد خود کنن که تارال میگیم. در اون صورت هورمون دیگه پرولاکتین میگیم. و همچنان اگر ببینین خانمایی که در افغانستان کمخونی بسیار زیاد هستن، مثلا آیرن دفیشنسی زیاد هستن، فولیک اسید دفیشنسی و هم ویتامین بی 12 دفیشنسی، و متاسفانه غذای ما بسیار خوب نمیشه، ما غذای متوازن نمیخوریم. و هم وقتی که آدم کمخونی داشته باشه جزئیات زیاد میباشه که باز برای تفلک خون سالم باید برسن و خود مادرم کمخونی باشن، جزئیات سر قلب مادر بسیار فشار میه و همچنان اکسیژنشون هم بسیار مثلا وقتی که بالا می زود خسته میشه. ادامه صحبت ها رو میشنیم دکتر صاحب، با معذرت تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم. سلام خواهر عزیز، خیلی خوش آمدی، بفرما. سلام خواهر جان، چی حال دارم؟ ممنون، سلامت باشین، بفرمایید مشکلتان چی هست؟ خودم هم امیدوار زیاد دربدی و سرگنگسی فشار من همیشه پایین میباشه. میخواستم از دکتر صاحب همی سوال بپرسم که دکتر صاحب سوال دارین شما؟ چند سال هستی خورم اتنم و تفلک چند دو میتونه هست؟ اول باری چند ساله هستی؟ 20 ساله هستن. ممنونتون، سپاسگزار از اینکه تماس گرفتن. دکتر صاحب اشاره داشته باشین به امروز گفتن دلبدی دارن و فشارشون هم پایین هست، طفل اولشون هم هست. سوال بسیار خوب کردن به خاطر که جزئیات هستن. وقتی که خانما اول باردار میشن، همیشه خانمای مثلا دلبدی نازی وامتین که میگیم، بسیار مواد مایعات از جسم خود خارج میکنن. و وقتی که مایعات از جسم خارج میشه، خود ما را چی میگیم، مثلا بسیار خانم از مایعات زایی میشن، در اون صورت هم فشارشون پایان تر میرن. و وقتی که فشارشون پایین میره و سبب زیاد سردردی میشن و هم سرشون درد میکنن، متاسفانه در وقت بارداری خانم ها بسیار آب نمیخورن، همیشه سردردی میشه. باید جزئیات مهمشون که هستن، باید در روزی 5-6 گلاس آب بخورن. وقتی که بسیار و تشنا زیاد میشن، وقتی که از جسم مایعات خارج میشن، سر بدنشون فشار میاد، تفلک هم سبب خطر مرگ تفلک میشن. برای اینا جزئیات مهم هستن که باز یا خانمی که فعلا سوال کردن، کوشش کنن که جانم 5-6-7 گلاس آب بخورین روزینه. و کوشش کنن که وقتی که آرام میکنه پای خود نسرک دیگه پرتین و در غذاتن کمی زیاد نمک پرتین و یک غذای متوازن روزای مثلا 5-6 دفعه بسیار غذای خورترک بخورین. این جزئیات مهم میشن که فشارشون بالاتر میرن و کوشش کنن سبزیجات در غذای خود شامل کنن. بله، یک موضوع دیگه و مشکلی که بانوان داشتن و با ما شریک ساختن، از خونریزی ها در دوران بارداری اینا یادآور شدن و گفتن که این میتونه در فشار پایین تاثیر گذار باشه. در صورتی که اینا خونریزی دارن، فشار پایین هم در کنارش. شما گفتین که مثلا بسیاری خانمایی که خونریزی می داشته باشن، ما اوره که همرج میگیم یک کدام سبب زیاد میشه، مثلا یگان وقت التهاب میکنن. بله، اونا هم سبب کمخونی میشن، انیمی میشه. وقتی که کمخون شون و جزئیات زیاد کمخونی، سر فشار فشار تاثیر میکنه و لو بلاد پرشر کاز میشن. و امی خونریزی زیاد سبب زیاد مثلا آهن از جسم میره، مثلا انمیک میشن. در اون صورت هم تفلک به سبب زیاد فشار پایین شدن میشه. یک مشکل دیگه که بانوان با ما شریک ساختن برمیگرده به سردردی های مداومی که اینا در دوران بارداری دارن. گفتن آیا این به فشار پایین یا بالا ربط داره یا مشکل دیگه ای میتونه باشه؟
وجه خاص مثلا در دوران بارداری که خانمایی که بسیار سردردی میشه و هم شما میگین فشار بالا شدن هم وقتی که خانمای فشار بلند داشته باشن ما او را پریکلیم شه میگین در اون صورت هم سردردی شدید میباشن به خاطر که خود فشار بالا میره باز یگان وقت در گوشایش نگذره آواز هم میرنگی که میگیم سبب فشار بالاتر هم سبب سردردی میشن و هم فشار پایان هم سبب سردردی میشن اردوش و وجوهات خاصی نیست که مثلا فشارشون بالا باشه یا پایان باشن مشکلات دیگه هم سردردی میشه مثلا استرس که میشه بسیار خانم ها در دپرشن میرن یا بسیار بدرخواهی هم سبب سردردی میشن و هم بعضی وقت سردردی در خود مغز که یکان وقت کدام تو مر چیز نباشه هم میشه من لیکن وجوهات خاصشان که اصلا کمخونی و فشار بلند و فشار پایان هم میباشه بعضی بانوان هستن که استراحت درست ندارن خواب بله، کافی ندارن و همچنان در کنارش تغذیه درست ندارن اینا سبب میشه که فشارشان همیشه پایین باشه و نتونن کنترل بکنن فعلا فشار پایین شده پایین بسیار کنترل باسان میشه مثلا یه خانمی که بسیار جزئیات مهم نیستن که مثلا ما پول داریم یا نداریم بسیاری خانم‌ها میگه ما با هیچ چیز پول نداریم لیکن جزئیات مهم زیاد هستن که کوشش کنید که در غذای خود بسیار سبزیجات سبز پیدا کنه پالک بسیار از سبزی ارزان است این روزا در او بسیار آهن میباشه بسیار کلسیم میباشه در او فشارشون مثلا خونشون زیاد میکنن کوشش کنن که میوه بخورن مثلا ماشاءالله در افغانستان ما بهترین میوه داریم سیب هستن اینا سیب ها در این وقت بسیار ارزان میباشن ما سیب های متوازن مختلف داریم کوشش کنن که روز یک دو دانه سیب بخورن و جزئیات غذای خود بسیار متوازن نگاه کنن بله که از میوه‌جات بسیار کم استفاده میکنن هموطنان بله و هم بیشتر میل دارن به طرفی که از چای استفاده بکنن در هر وعده غذایی و بعد از او هم و در جریان روز هم که همگی معتاد به همین مورد هستن و یک جزئیات مهم از یادم رفتن که کافی که ما میگیم چای نیستن به خاطر که کافی اینا فعلا در اتاقات شدن که کافی فشار باسانی بلندتر میبرن و کوشش کنن که یگان خانم یک گلاس کافی بخوره وقتی که فشارشون پایان باشه بله باز هم تماس داریم سلام وقت شما بخیر صدای ما رو میشنوید؟ بله سلام علیکم سلام خواهر عزیز خیلی خوش آمدی بفرما مشکلتان چه هست؟ من دکتر تا گفت بزنم که یعنی تابلیته خوشید کسی که میخورن همی تابلیتش نخ داره یا پیشکاری خوشید که میکنم وقت میخواستم کنم یک چند تا فلنا بگرم وقتم بودیش نخ داره یا پیشکاری خوشید بله سوال شما رو گرفته ممنونتون سپاسگزارم همیشه صحتمند باشین بفرمایید دکتر خورما سوال زدن کانترسپتی که ما میگیم که ما در طبابت مختلف کانترسپت داریم یک کانترسپت پلس که میگیم مثلا گولی که میگن بله. یک کانترسپت انجکشن که میگیم مثلا امپول میگیم داشتیم یک کانترسپت آی دی می داشته باشیم هر یکیش مختلف عوارض داره و عوارض خوش دوای خوشی که اصلا خانم ها را بسیار وزنشان زیاد میکنن هم سرشان بسیار چیشان ضربان قلبشان زیادتر میشن و هم جلدشان بسیار سرستان های مثلا چیزای سیاسی ها میبراین و هم دپرشنشان زیاد میکنن جزیات زیادشان امی هستن که خانمایی که مثلا بسیار چی میخورن کانترسپت دوا میخورن بعضی وقت سبب سرطان رحم میشه و هم سرطان تخمدان میشن لیکن وقتی که دکتر صاحب تماس داریم تماس بیرند ما قطع نشه صحبت را شما میشنیم سلام وقت بخیر صدای ما رو میشنیم صحبت بکنیم تماسشون متاسفانه قطع شده دومه صحبت را شما و بسیاری جزئیاتی که مهم سوال هستن که خانمایی که امپول پیشکاری میزنن بعض اونا امپول بسیار باید دکتر بر از او برشون عوارضشون بگید بسیاری خانمها که پیشکاری میزنن مثلا امپول پروور یا دپروور میزنن در اون صورت خانمها حیضشان گم میشن و او هم سبب چیشان میشن مثلا زود اول گرفتن نمیتونن باید هر چیز یک عوارض خاص دارن و از عوارض زیادی که دارن خودی مثلا دوا خوردن و امپول دارن و اگر لو پرتن در اون جزیاتشان نظر مختلف میباشن لیکن سبب زیادی کانترسپت دوای خوشی خونریزی سبب زیاد هم میشه بله بعضی از بانوان هستن از دوای خودسرانه استفاده میکنن از جوشنده های مختلف یونانی استفاده میکنن در خانه ها و ایره تداوی خانگی خود بانوان از همون قدیم بوده تا فعلا و همه باعث میشه که فشار بالا و پایین میشه و مشکلات برای یک بانو ایجاد میشه و همه را مد نظر نمیگیرن به جایی که اونا رو پیش دکتر صاحبا ببرن خودشون در خانه میگن که همین تداوی ما نتیجه میده ولی یک بعضی جزئیات ما رد کرده نمیتونیم به خاطر که ما بعضی وقت لیکن ماشاءالله یک در خانمایی که مثل دکتر او گپ دکتر نمیشنم گپ مادر خودم میشنم گپ خوشی خود و یک جزئیات ما در افغانستان بسیار
فکر میکنم چاوا مردم زیاد میخورن، لیکن طبعا بعد لحاظ طبابت چاوا برای خانمای باردار خوب نه بهتر است نه برای سر. تمام مواد دو انداخته میشه، تمامش گرم هست. گرم است و وقتی یه چیز گرم میخوری هشتون زیاد میکنن. بسیار خانما ببینین اجزات چای زیاد میخورن در دوران عیز و چای خوردن بسیار خیلی مضر است برای عیز، به خاطر خونریزیشون زیاد میشن و هم بیخواب میشن. از کافی بخور از بهتر است، لیکن چاوا فعلا کدام جزئیات نیستن، نمی اجزای غذای خانگی را گفتنی. بله. بسیار خانم ها دکترها مقدار است چاوا را بخورم، لیکن جزئیات نی باشه که بسیار خیلی گرم مثلا برای خانم کدام فایده نداشته باشه. بله باز هم تماس داریم. سلام، روز بخیر. صدای ما رو میشنوین؟ صحبت بکنیم. خوش آمدی خواهر، بفرما. من باشه یک سوال داشتم از دکتر صاحب. میشنوین دکتر صاحب؟ ما 5 سال از عروسی میشه عمل نمیگیرم. باستش دکتر که میرم میگه تخمه نداری. چند سال هستی خور محترم؟ 21 ساله. خب آیا پیش دلترا که میرین شما معاینه تلوزین تانو پیش بردین یا نه؟ یا معاینه هرمون کردین یا نه؟ بله یا معاینه کردین. میگه پیش یک دکتر میرم میگه که تیسا تخمه نداری، پیش دیگه دکتر میرم میگه که ضعیف هستی، میگه گپ راستی را نمیگن برم. خب جزیات با سوالتان بگویم، بخاطر که ما شق خاص ما که هست بیالالی هستن، وقتی که پیش یک دکتر ولادی و نسایی میرین یا جزئیات مهم هستن که باید اول شما معاینه هورمون خود کنین که آیا هورمون، به خاطر که بعضی هورمونا متاسفانه در افغانستان وقتی که بهشان بگوین معاینه هورمون که مقدار تاسه و یک سال پیش ببینین، شما کوشش کنین که یک معاینه هورمونی کنین و هم معاینه تلویزیونی کنین که مثلا الترساوند که میگیم که جزئیاتن معلوم شه که در کدام جایتان مشکل است، که آیا هورمونتان پایان بالاست، یا وقتی که بعضی هورمونای بسیار مهم که انتی میلورون هورمون میگیم دو خانم ها بسیار زد تخمه بشن تولید نمیشه. بله. لیکن شما 5 سال از آرسید میشن کوشش کنین که بشه دکتر ولادی صحیح باشه، یا بخاطر که متاسفانه در افغانستان ما دکتر بی ولادی نداریم. بله. فعلا جزئیات خود معلوم کنین، بعد از او دوا برتان بتن که جزئیات در کجاست، انشالله بخیر عمل میگیرین، بخاطر که مریضایی که پیش ما آمدن ای بر ما قابل فخر است، برای افغانای ما فخر است که مریضای ما از امریکا از لندن و جایا میان و فعلا ماشاءالله تداویشان ما به افغانستان یک فخر آوردیم، بر ما افتخار هستن، لیکن تا بالی آیویف در افغانستان نامدن، لیکن فکر میکنم بسیاری مریضای ما عمل گرفتن و بر ما بسیار قابل خوشی میباشن که وقتی تشکر. سپاسگزار دکتر صاحب که در برنامه تشریف آوردن، همیشه صحتمند باشین. سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. میتونین که پیام ها، مشکلاتتان و یا پرسش هایی که دارین از طریق پلای ارتباطی برنامه رسم زندگی با ما هم شریک بسازین و برنامه های ما رو میتونین از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا بکنین. جمعه عالی، بدرود.